خشونت علیه زن و راهکارها، گفتگوی ما با سمن فرحزاد فعال سیاسی و مرجان افتخاری فعال سیاسی را میشنویم. سلام دارم به هر دو شما. خان فرزاد، اولین بار هست که در برنامه رادیو پیام شرکت میکنید، بهتون خوش آمد میگم. اجازه بدید صحبت رو با شما آغاز بکنیم. بحث خشونت علیه زنان مدتی است به هر حال در رادیو پیام مطرح شده و تمرکز داریم، میخوایم این موضوع رو تا اونجایی که میشه بشکافیم و راه حل هایی رو که میشه پیدا کرد رو پیش روی مخاطبین این برنامه و برنامه ها قرار بدیم. خواستم از دید شما ابتدا بدونم این تعریف خشونت علیه زن چه هستش و این رو چگونه تحلیل میکنید؟ من در ابتدا سلام میکنم به شما، تشکر میکنم از دعوتتون و همینطور به مهمان محترم برنامه‌تون و بینندگانی که این برنامه رو دارن میبینن. خشونت علیه زنان یک مبحث بسیار مهمه که نه تنها در ایران سر و صداهای خیلی زیادی رو سالهاست که به همراه داره، بلکه در سراسر دنیا به عنوان یک موزلی هستش که همواره فعالین و فعالین حقوق زن به این موضوع پرداختن. ولی اساساً اگه بخوایم ما خشونت رو به زبان ساده تعریف بکنیم، میگیم که هر کاری که در واقع ما اعمال میکنیم برای فردی که اون کار رو دوست نداره انجام بده، یعنی ما به زور و اجبار میخوایم که یک فردی یک کاری رو انجام بده که راضی نیست، دوست نداره، دلش نمیخواد، برخلاف میلش هست. و این خشونت میتونه به ابعاد مختلفی بروز پیدا بکنه. خشونت هایی که میتونه آگاهانه باشه، ناآگاهانه باشه، خشونت هایی که در واقع میشه به عنوان خشونت فیزیکی، خشونت خانگی اونو تعریف کرد، خشونت های جنسی، خشونت های روانی و حتی خشونت اقتصادی که این اواخر در موردش خیلی بحث میشه. اینها انواع خشونت‌هایی هستن که زنان در سراسر دنیا درگیر این مسئله هستن. اما وقتی ما از خشونت حرف میزنیم، نقش دولت‌ها و نقش کشورهایی رو که ما میتونیم از اونها به عنوان کشورهای اسلام زده تعریف بکنیم، یا کشورهایی که توی خاورمیانه هستن، یا تقسیم بندی که میکنن بعضی به عنوان کشورهای پیش رو یا کشورهای عقب افتاده، وقتی به اینها میرسیم، به این دسته‌بندی ها میرسیم، میبینیم که تعریف خشونت، گستردگی خشونت و نوع خشونتی که در این کشورها ما شاهدش هستیم با هم خیلی متفاوت هستش. مثلا اگر به کشور ایران ما بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که حکومتی در کشور ایران هستش که خود اون حکومت یک خشونت سیستماتیک رو 40 سال یا 42 ساله داره علیه زنان اون جامعه اعمال میکنه و این یک خشونت دولتی، این یک خشونت سیستماتیک و این یک خشونت هدفمنده که با هدف سرکوب زنان، کنترل کردن زنان و در واقع مطیع کردن زنان به عنوان نیمی از جامعه داره اعمال میکنه تا از طریق کنترل نیمی از این جامعه بتونه کل یک جامعه رو و حتی مردان اون جامعه رو هم کنترل بکنه و وادار به کاری بکنه که دوست ندارن اون رو انجام بدن. بله. میتونیم در این رابطه ساعت‌ها صحبت بکنیم که این خشونت‌ها شامل چیه و چطوری جمهوری اسلامی هدفمند این کار رو اعمال میکنه. سعی میکنیم تو این برنامه حتما به مواردی به هر حال سر بزنیم و اون رو باز کنیم. خانم افتخاری، مرسی از وقتی که ما دادین. خانم فرزاد اشاره کرد، تعریفش این بود که به اجبار و زور و علی‌رغم میل باطنی وادار کردن به کاری تعریف خشونت بود و اینکه دستبندی کرد خشونت ها رو به خشونت روانی، فیزیکی، اقتصادی، جنسی و باور داشت که خشونت در ایران سیستماتیک و دولتی هستش. شما با این نظرات تا چه حد همخوانی دارید و اصولا خشونت علیه زن رو چگونه تعریف میکنید؟ من هم اکسرا سلام میکنم، درود میگم به شما، تشکر میکنم ازتون که منو دعوت کردید و همینطور به سمنه عزیز درود میگم و سلام میکنم. من تعریفی رو که ارائه شد قبول میکنم، قبول دارم، ولی یه تفاوتی رو قائل هستم، اونم این که
به نظر من بعضی ما میگیم که هر گونه اعمال یا رفتار، کردار، گفتار که بتونه که مثلا اعمال خشونت باشه علیه زنان، این رو مطرح میکنیم. ولی به نظر من مسئله فراتر از اینه. ما گاهن میبینیم، مثلا در چند وقت پیش بود روی مدیا دیدیم که یه زن افغانی رو دماغش رو بریده بودن، یه زن پاکستانی بود فکر میکنم، گوشش رو به علت نافرمانی همسرش بریده بود. این دیگه خشونت نیست، یعنی خشونت فیزیکی به نظر من نیست. این مسئله جرمه، جرم قانونیه که اگر توی اروپا این عمل صورت میگرفت، این به عنوان یعنی چیز حقوقی داشت، یک جرم حقوقی بود و زندان براش داشت. بعضی از خشونت ها، کاتگوری خشونت که میگیم، به نظر من هر نوع محرومیت و محدودیتی که، حالا اینجا بحث ما راجع به مسئله زنان هست، به زنان اعمال میشه، این رو هم میتونیم به عنوان توی چارچوب یا توی گینه خشونت بگیم، ولی به نظر من سرکوب هست. من یه چند تا نمونه مثلا میگم. یه گزارشی بود روی کانال تلویزیونی فرانسه از بوشهر، از زنان بوشهر، که اینا حق یعنی اجازه خروج از خونه رو ندارن، نمیتونن خارج بشن. حتی گاهی مردها در خونه رو که صبح از خونه خارج میشن، در خونه رو قفل میکنن و میرن. شاید مثلا ماها و میتونه آدم بگه یک سال یک زنی از خونه خارج نمیشه. اینو بهش میگیم محرومیت. و به نظر من تو چارچوب خشونت نیست، این یه سرکوبه، سرکوب آزادی ها، آزادی که آدم از خونهش بتونه خارج بشه. یا همونطور که گفتم بریدن بینی یک زن جرمه، یا محرومیت زنان توی کارهای هنری مثل آواز خوندن، اینو بهش میگیم محرومیت. واقعا یعنی فراتر از خشونت من اینو میبینم. بعضی از رفتار، کردار، اعمال هست که به عنوان خشونت مطرح میشه، خشونت خانگی یا خشونت هایی که تو خیابون، تو محل کار یا در سطح جامعه هست میبینیم، ولی بعضی از اینا یا جرم هستن یا محرومیت. خب و محدودیت خانم هستن. افتخاری، اگر ما با یک جامعه متمدن روبرو باشیم، هر کدوم از این خشونت ها جرم هستش. یعنی درسته. حتی در کمی کشورهایی که شما اشاره کردین، بریدن گوش یا بینی مسئله جرم هستش و پیامدهای قانونی داره، بعضی از خشونت ها اگه از طرف زن به پلیس گزارش بشه، این پیامدها رو خواهد داشت. یعنی بستر اینه که شاید جالب بود دستبندی که شما کردید برای خشونت و سرکوب و محرومیت، ولی آیا فکر نمی‌کنید اینا باید بر اساس اون بستر اون جامعه هم و قوانین موجود بررسی بشه؟ درسته، این چیزی که شما میدید کاملا درسته. این دو تا بحث هستش، یکی این که اون نظام حاکم، قدرت سیاسی حاکم هستش، و یکی هم خشونت هایی که ریشه در مردسالاری و فرهنگ پدر مردسالار داره. ولی خشونت در جامعه ما، حالا ما بحثش رو میاریم روی ایران، دقیقا این دوتا با همدیگه در ارتباط هستن. و خشونت های دولتی، سرکوب دولتی، من بیشتر این رو میگم، سرکوب دولتی هستش که باعث شده که خشونت هایی هم که در سطح جامعه وجود داره افزایش بده کنه. مثلا میبینید خشونت مگه چیه؟ خشونت هیچ چیزی غیر از سلطه، تحمیل اراده، تمکین، اطاعت و اعمال قدرت نیست. حالا این دولت جمهوری اسلامی هستش که این هم این مجموعه رو به تمامی مردم ایران، به خصوص از سال 58 که حجاب اجباری رو، من میتونم یکم به عقب‌تر برم، از همون موقعی که رأی آریونه رو گذاشت
و بعدم حجاب اجباری، اون خشونت سیستماتیک شد و الان ما میتونیم بگیم که یه سری خشونت های رفتاری، کرداری، جسمی و یه سری محرومیت ها، محدودیت ها، سرکوب ها در جامعه نهادینه شده و به قول معروف این دوتا با هم دیگه ارتباط مستقیم دارن. ولی من یه چیزی هم میخوام اینجا اضافه کنم، اونم به نظر من اینکه اعمال خشونت بر زنان یه ریشه تاریخی داره که برمیگرده به تقسیم کار تولیدی، تقسیم کار اجتماعی. مردان در بیرون از خانه کار تولیدی میکنن، با جامعه در ارتباط هستن، نیازها و هزینه های زندگی رو تامین میکنن و زن در خانه کار خانگی میکنه، یعنی استثمار پنهان میشه. اجازه بده بس اینو برمیگردیم، به بحث جالبی بود این رو، من میخوام اینو به نوعی بس بدم که خانم فرزاد هم درگیر کنیم تو این بس. خانم فرزاد، بحث بر اساس صحبت هایی که شد و خانم افتخاری مطرح کردن، به نظر شما نقش جامعه، فرهنگ، سنت، قانون اینا رو چگونه میبینید در این تعریف ها؟ چون همینطور که اشاره شد در جایی مثل پاکستان و افغانستان عادی است، در بوشهر عادی است، حالا من میگم بوشهر بر اساس صحبت گزارشی که مطرح شد دارم میگم، میتونه در خیلی جا باشه که زن رو محبوس میکنن، ولی شما این رو نمیتونید در مثلا کشورهای اروپایی انجام بدید. ختنه مثلا دختران در همه جا شکل نمیگیره، در بعضی جا عادی هست، در بعضی جا جرمه. این نقش جامعه، فرهنگ، سنت، قانون چگونه تعریف میشه؟ من در این قسمت میخوام یک اشاره بکنم به صحبتی که دوست عزیزمون الان اینجا داشتن، خانم افتخاری داشتن، در مورد این که صحبت شد و خشونت رو در واقع تعریف کردن و گفتن خیلی از این کارهایی که ما به اسم خشونت ازش یاد میبریم اینها در واقع یک جرمیه که صورت گرفته و در ادامه هم توضیحاتشون رو دادن. من دقیقا میخوام به این نکته اشاره بکنم که وقتی ما راجع به خشونت صحبت میکنیم، یعنی هر کاری که باعث بشه یک فردی رو، ما اون اعمال قدرتی که اون فردی که داره قدرت بیشتر هستش انجام میده، اون فردی رو که در واقع اون قدرت بهش اعمال میشه، میتونه محرومیتی براش ایجاد بشه، میتونه آسیب فیزیکی ایجاد بشه و میتونه حتی منجر به قتل این فرد بشه. مثالی که در مورد افغانستان زده شد و زنانی که اونجا بینیشون بریده شده به خاطر نافرمانی یا گوششون بریده میشه، ما در ایران داریم انواع و اقسام این خشونت ها رو به شکل های دیگه ای داریم. شما به ختنه دختران اشاره کردید و به درستی اشاره کردید، چرا که همین امروز تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که خودش به عنوان اولین خشونتگر هستش علیه زنان و اولین کسی هستش که به طور هدفمند در واقع خشونت میکنه، این قضیه پذیرفته شده. در استان هرمزگان هنوز ما در سال 2020 هستیم و داریم وارد 2021 میشیم، اما در استان هرمزگان، در سیستان و بلوچستان و در بخشی از کردستان ما هنوز ختنه دختران رو داریم. آیا همون کسانی که از کشورهای مثل سومالیا میان یا کشورهایی که ختنه دختران آزاده و میان توی کشورهای اروپایی و اون فرهنگشون یا اون سنتشون یا هر چیزی ما اسم اون رو میذاریم با خودشون به اینجا میارن، آیا اجازه این رو دارن که دخترانشون رو ختنه کنن؟ آیا اجازه این رو دارن که دختر 19 ساله رو به عقد یک مرد 40 ساله در بیارن؟ آیا اجازه این رو دارن که دخترانشون رو به زور مجبور به ازدواج کنن؟ پاسخ یک کلمه از خیر. اونها نمیتونن این کارو بکنن. چرا؟ چون قوانینی در این کشورها حاکم هستش که این اجازه رو نمیده و اجازه این تعرض و این خشونت آشکار رو نمیده. پس ما اینجا میتونیم ببینیم که نقش قوانین، نقش حکومت ها در اینجا چقدر میتونه مؤثر باشه، در اینجا چطوری تعریف میشه. پس این قانونه که معرفی تعریف میکنه که شما چه عملی رو میتونین انجام بدید. وقتی در جمهوری اسلامی شما میبینید که هر روز داره بحث ناموس و ناموس پرستی رواج پیدا میکنه و به شکل سیستماتیک و عمدی این کار انجام میشه، کما اینکه ما
بیلبوردایی رو میبینیم که میزنن توی خیابونا، عکس یک سیب زمینی بزرگ رو توی اون بیلبورد میزنن و مردان رو مقایسه میکنن که ای مرد اگر زن تو با این پوشش بیاد بیرون تو اون سیب زمینی هستی، و مرد رو تحریک میکنن که اگر میخواهی مرد خوبی باشی، اگر میخواهی پذیرفته شده در این جامعه باشی، و اگر میخواهی ما تو رو هیچ تهمتی به تو نزنیم یا تو رو مورد فشار قرار ندیم باید اون کاری که ما میگیم بکنیم. یا وقتی که مردان رو به عنوان مگس تعریف میکنن و زنان رو یک شکلات در نظر میگیرن که میگن در واقع این مردان خانواده، پدران، برادران، اگر میخواین کسی دست به دخترتون نزنه، دست به زنتون نزنه، دست به ناموزتون نزنه یا مگسا نشینن روی زن و دختر شما، شما باید و باید اون وظیفه‌ای که ما برای شما تعریف کردیم رو اجرا کنیم. وظیفه چیه؟ جمهوری اسلامی 42 ساله با تحت کنترل قرار دادن خودش، در واقع با اون حجاب اجباری که در سال 57 با اون روسری که به زور سر زنان کرد اومد چیکار کرد؟ گفت من زنان رو کنترل میکنم. از یه جای به بعد که من نمیتونم کنترل بکنم و زنان وارد خونه میشن، مردای خونه، افراد مذکر، جد پدری و حتی همسایه مرد، پسر همسایه، این زن کنترل این به دست شماست، شما باید این رو کنترل کنین. قطعهای ناموسی رو در واقع گسترش داد. وقتی که رومینا اشرفی رو میده دست پدرش، میدونه که پدرش ممکنه ببره و اینو بزنه و یا بکشه. یا وقتی که همین اواخر در واقع سرگل حبیبی، اگر اسمشو درست میگم، این زن 31 ساله رو میده دست برادرش، میدونه که ممکنه چه بلایی سرین بیاد ولی میده میگه اون کاری رو که الان اگر من بکنم صداش در میاد و میدم دست شما دوتا و برید اون کار باش بکنید، برید بکشیدش. و دوست داره این اتفاق بیفته. چرا؟ چون هدفمند این رو تحت لوای قانون داره گسترش میده، داره بس میده و میخواد که در واقع زنان بترسن. چه وقتی میان توی جامعه از گشت ارشادها و از دست پلیس از اینا بترسن، چه وقتی میرن توی مترو بترسن، یا چه وقتی میان توی خونه از پدرانشون، از همسرانشون، از برادرانشون. یعنی زنان هیچ وقت در جمهوری اسلامی و تحت قوانین اسلامی که جمهوری اسلامی وضع کرده، هیچ زنی اونجا امنیت نداره، احساس آرامش نمیکنه و تحت یک خشونت روانی دائمیه. حتی اگر زنی کتک نخوره، حتی اگر زنی چشمش کبود نباشه، حتی اگر دماغی بریده نشه، یک زن در جمهوری اسلامی همیشه تحت فشار روانی هست، تحت کنترل هست، تحت این هستش که همیشه عزت نفسش داره زیر سوال برده میشه به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک خواهر. و در واقع هویت انسانی یک زن 42 ساله که داره زیر سوال برده میشه. مرسی. به این برمیگردیم، نکاتی رو اشاره کردید رو مسئله قطعهای ناموسی و خشونت خانگی، به هر دوی این دو برمیگردیم. خانم افتخاری، من خواستم ببینم نقش مردان در این مبارزه و در این جنبش چه هستش. و ما همش داریم تلاش میکنیم که خشونت علیه زن تعریفش میکنیم بده و زنان عملا پرچمدار این جنبش هستن. بعضی از مردان که خیلی متمدن هستن یک بهبه و چهچه میکنن و حمایت میکنن. آیا این کافیه؟ آیا به نظر شما مردان میتونن نقش مهمتر و اساسیتر رو بازی کنن؟ به نظر من بله، ولی جامعه به طور کلی از مردان و زنان تشکیل شده و سرکوبی هم که در جامعه هست علی ظاهر به وسیله مردان صورت میگیره. یعنی ما با یک فرهنگ مذهبی سنتی و مرد سالارانه روبرو هستیم که این مردان هستن. البته من زنان رو کنار نمیذارم، خیلی وقتا هست که مادر خانواده هم در این خشونت ها نقش داره، اما بیشتر ما بحثمون بر سر مردان هستش که گسترده است و این فرهنگ پدر مرد سالار و فرهنگ مذهبی که با هم دیگه در واقع در هم آمیخته شدن، این مشکل رو، این خشونت رو چند برابر کرده. اما اینکه ما تا به حال چه کار کردیم و چه کار میتونیم بکنیم، به نظر من اولا که یه سری از روشنفکران، هنرمندان به طور کلی، هنر، ادبیات و هنرمندان توی این مسئله میتونن نقش بزرگی رو داشته باشن، روشنفکران همینطور، سازمانهای سیاسی همینطور، ولی باید فرهنگ سازی کرد. یعنی باید این مسئله رو، این تابویی که توی جامعه ما هست،
چه تابوی مذهبی و چه تابوی مرسال رو که در هم آمیخته شدن، اینو برد تو جامعه، بازش کرد، نقدش کرد، به چالشش کشید. نباید در مقابلش سکوت کرد. ولی متاسفانه به نظر من تا الان چه روشنفکران، چه هنرمندان، چه سازمان‌ها و گروه‌های چپ این مسئله رو نتونستن به اون شکل به طور وسیع تو جامعه ببرن. چرا نتونستن به این شکل ببرن؟ من توضیح میدم. ببینید مثلا توی اروپا همین مسئله وجود داشته، ولی حالا ما خیلی دور از اروپا هستیم. اولا که اومدن توی اروپا لایسیته، یعنی قدرت کلیسا رو از قدرت مذهب رو در واقع میتونیم بگیم از قدرت سیاسی جدا شد. اون واقعا یه گام بزرگی بود که من به نظرم بدون سرنگونی جمهوری اسلامی و بدون اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه این مسئله اصلا امکان پذیر نیست که ما بتونیم خشونت علیه زنان رو، محرومیت و محدودیت که برای زنان وجود داره، سرکوبی که در مورد زنان وجود داره بتونیم از بین ببریم. ولی روشنفکران، گروه های چپ، هنرمندان کار خیلی گسترده ای رو انجام دادن که بتونن اون تابوهایی که تو جامعه هست بود، تو جامعه اروپایی هم بود، به این شکل نبوده، ولی اینا همه با هم دیگه کمک کردن تا یه سری از اون تابوهای مردسالارانه، تابوهای مذهبی، تابوهای اجتماعی فرهنگی شکسته بشه. یعنی شما معتقد نیستید که روحیه مردسالاری حتی در نیروهای سیاسی و چپ ما هم رخنه کرده و وجود داره؟ چرا؟ وجود داره. بر همین میگم سازمانهای ما کار بزرگ و گسترده‌ای رو الان 42 ساله در واقع نکردم. هنوز هم که هنوزه به نظر من اون دیدگاه های جنسیتی، نابرابری و به قول معروف زنانه و مردانه توی سازمان های سیاسی وجود دارن و توی وقتی که توی سازمان های سیاسی به عنوان روشنفکران، به عنوان جریان های چپ و کمونیست وجود داره، طبیعیه که توی جامعه هم وجود داره، طبیعیه که توی خیابون، توی خونه، توی هر جایی، تو محل کار وجود داره این مسئله. ولی روحانرمندهای ما کار روی این بر میگردن. من میخوام روی مسئله سلبریتی یه مقدار بیشتر تمرکز کنیم. خانم فرزاد، جامعه نرینگی و مرد سالار اشاره داشتید هر دو شما در تعریف خشونت علیه زن که این خشونت از طریق مردها هستش و یا مردها به نماینده از قوانین، سنت ها و دولت هاست که اعمال میکنن. توی این اوضاع همین سوال رو میخوام از شما بپرسم که نقش مردان چگونه میتونه باشه و به هر حال چگونه میشه این مرد سالاری در فضای سیاسی رو هم شکوندش؟ قطعا ما میتونیم اینجا نقش مردها رو یک نقش ویژه‌ای براش در نظر بگیریم، به این شکلی که شما نمیتونین یک جامعه رو برای مدت طولانی سرکوب بکنین، اون جامعه رو، زنان اون جامعه رو تحت تبعیض، در نابرابری، خشونت قرار بدی و انتظار داشته باشین که برای همیشه اینها تبدیل بشن به در واقع یک زنان مطیع تو سری خوری که صداشون هم در نمیاد و اعتراض هم در واقع نمی کنن. کما اینکه ما الان داریم میبینیم بعد از 42 سال با تمام هزینه هایی که جمهوری اسلامی کرد، با تمام تبلیغاتی که جمهوری اسلامی کرد، این در واقع این تبلیغات، این هزینه ها به ضد خودش تبدیل شده و زنان امروز شدن پیشگامان اعتراض، شدن لیدرها، شدن لیدرهایی که در واقع در خط مقدم مبارزه علیه جمهوری اسلامی توی تمامی مقاطع دیده میشن. اگر توی دانشگاه، اگر اعتراضات کارگری هستش، اگر اعتراض علیه گرون شدن بنزین در همین آب
آبان ماه سال گذشته است و ما اینجا میبینیم که پس یک حکومت با وجود تمام سرکوب ها نتونسته زنان رو با تمام این خشونت ها زنان رو مطیع خودش بکنه. حالا مردان اینجا جایگاهشون کجاست؟ مردان در سال 2020 چطور عمل کردن؟ آیا مردان هم تحت همون آموزه هایی که جمهوری اسلامی برای اونا تعریف کرد روز به روز عقبگرد کردن و متحجرتر شدن و یا نه در مورد مردها هم به ضد خودش تبدیل شده؟ امروز مردها اعتراض دارن. اعتراض به چی دارن؟ اون فوتبالیست یا اون سلبریتی که میاد و اعلام میکنه که در واقع چرا زنان نمیتونن وارد ورزشگاه بشن، اون یک اعتراضه. شاید خیلی کم باشه اما ما شاید 10 سال پیش این رو نمیدیدیم به این وضوح. ما توی شبکه‌های اجتماعی اعتراض گسترده مردان رو میبینیم که در کنار زنان ایستادن و دارن اعتراض میکنن. این نقش شبکه‌های اجتماعی، این در واقع این به این شکل که الان امروز دنیا تبدیل به یه دهکده جهانی شده که اگر یک اتفاقی، یک اعتراضی در آمریکا و اروپا صورت میگیره، چند ثانیه، یک دقیقه، یک ساعت، یک روز بعدش در ایران و سایر کشورهای دیگه اون رو میبینن و واکنش نشون میدن. مردان امروز توی جمهوری اسلامی، توی کشور تحت حاکمیت جمهوری اسلامی میان و میپرسن، میگن ما مگس نیستیم، چرا تعریف مگس رو به ما میدی؟ چرا ما رو با سیب زمینی مقایسه میکنی؟ یعنی ما رو به عنوان یک مرد، به عنوان یک انسان در نظر نمیگیری، به عنوان یک موجودی که قادر نیست فکر کنه، فاقد تفکر هست، فاقد اراده هست و در واقع ما رو به عنوان یک آلت جنسی سرگردان تعریف میکنی و جلوی این وایستادن و یا کمپین هایی که علیه ناموس و ناموس پرستی مردان در صف اول، در صف مقدم اون وایستادن در کنار زنان. پس مردها هم یک نقش متفاوتی گرفتن و مردها هم در واقع دارن میرن به اون سمتی که اعتراض کنن در کنار زنان به همه این خشونت ها. بسیار عالی، متشکرم خانم افتخاری. برگردیم رو مسئله سلبریتی ها. چند روز پیش بهاره رهنما میگه که دختران ایرانی سر و وضعشون مثل نیکول کیدمن هستش و طرز فکرشون لور. یه جای دیگه میبینیم مثلا البته نمونه ها بسیار زیاده، همایون شجریان وقتی وارد میشه و بچه خواهرش روسریش بالاست تشر میزنه که روسریت بیار پایین، یا مثلا یه موجودی مثل تتلو هستش که بحث حرم سرا یا حجاب رو سر مادرش توی تتویی که داره، اول مادرش بدون حجاب بعد میاد حجاب سرش میکنه. اینا نمونه های از سلبریتی های ما در شکل های مختلفش هستن که هر کجا نگاه میکنید مسئله ضد زن بودن و اون خشونتی که ما در ابتدای این بحث تعریف کردیم در اینها میگنجه. چرا مسئله سلبریتی و این فرهنگ ضد زن اینقدر غالبه؟ البته خانم فرزاد اشاره کردن بعضی از برحال هستن، بعضی ها مثل ورزشکارهایی که در مقابل این ایستادن و دفاع کردن در مقابل خشونت زن، ولی غالب نیست. نقش غالب این سلبریتی ها در واقع علیه حقوق زن هستش. بله، البته من بگم اینو که توضیحاتی رو که دوست عزیزمون دادن درسته ولی خیلی محدوده. باید یه دختر خودشو آتیش بزنه تا مثلا فوتبالیست بیاد تو زمین ورزش و بگه که زنام حق دارن بیان و مسابقه فوتبال رو نگاه کنن. یعنی فاجعه است واقعا. یعنی باید حتما یک فاجعه صورت بگیره تا یه تکونی به جامعه مردانه داده بشه، یک تکون بخورن به این شکل. به نظر من ادب، هنرمندان به طور کلی، هنر باید حکومت رو به چالش بکشه، باید نقادانه تمامی این قوانین و رسم و رسوم و عادات و آداب به اصطلاح سنتی رو به چالش بکشه. نباید سلبریتی ها در کنار قدرت سیاسی قرار بگیرن. این یه بحث کاملا مشخصه. ولی متاسفانه در ایران سلبریتی ها راندخار هستن و در کنار قدرت سیاسی، برای اون امکاناتی که بهشون داده میشن، در کنار جمهوری اسلامی، در
کنار سرکوب زنان و مردم و تمامی جامعه قرار میگیرن برای که بتونن از اون امکانات استفاده بکنن. چرا پس این جنبش مبارزه علیه جمهوری اسلامی، من این به این شکل گفتم که خیلی وسیع باشه، محدود به فقط به چپ نباشه، نتونسته سلبریتی های خودش رو تولید بکنه که بتونه در چنین مواقعی قد علم کنه و مقابل این موجودات وایسه؟ داریم، نه اینکه نداریم، ولی خیلی محدود هستن. اولا سلبریتی های مرد روشنفکر یا چپ داریم، اما همطور که گفتم خیلی محدود هستن. علت این که چرا نتونسته چپ نتونست واقعا سلبریتی های خودشو داشته باشه، ادبیات و هنر خودشو داشته باشه که در کنار حاکمیت قرار نگیره و بتونه کار روشنگری بکنه، به نظرم برمیگرده به همون دیدگاه هایی که از قبل از سال 57 بوده و بعد از سال 57 هم همطور ادامه داشته، به کار هنری، به کار، به مسئله زنان به طور مشخص فقط در 25 نوامبر پرداخته شده. بیشتر سازمان ها و گروه ها روی مسئله زنان خیلی به قول معروف نایستادن و فقط روی 25 ماه نوامبر یا قبل از اون یا یکم بعد از اون میان و مسئله زنان رو مطرح میکنن، خشونت علیه زنان رو مطرح میکنن، در حالی که ما میدونیم که هیچ انقلابی نه مردان است نه زنان است، بلکه این دو با هم باید انقلابی رو انجام بدن، انقلاب کار هر دوی این هاست. ولی یکی این مسئله است، یکی هم این که به هر حال سازمان های چپ و کلن روشنفکران ایران دیدگاه های محدودی دارن که بیشتر من میتونم بگم مرد سالار است. بله؟ که بیشتر مرد سالار است، بیشتر مرد سالاران است. حتی من اینو میتونم اینجا به راحتی اعلام کنم که یک تقسیم کار مردانه و زنانه بین تمامی این رسانه ها شده. مثلا در مورد بحث های کارگری همیشه مردها هستن، زنها نیستن. در مورد مسائل مثلا اجتماعی، خیزش ها، جنبش ها، بیشتر مردها هستن، زنها کمتر. ولی بیشتر مثلا موقعی که بحث بر سر زنها هست، خشونت علیه زنان هستش، خب از زنان هم دعوت میکنن. بله، درست میکنن. من بارها متوجه شدم و حتی یه بار مطرح کردم که همینطور که الان داشتم میگفتم که این خشونت علیه زنان ریشه تاریخی داره و از تقسیم کار شروع شد که زنانه و مردانه، مردان در خارج از خونه ناناور و هزینه های زندگی رو تامین میکنن و زنان استثمار پنهان میشن در خونه. توی رسانه های ما ایرانی ها هم همینطوره، یک تقسیم کار شده. تقسیم کار همیشه مردان تحلیل های سیاسی رو دارن، بحث کارگری رو دارن و زنان بحث های جانبی دیگه و خشونت علیه زنان رو دارن. بله، متشکرم. من خانم فرزاد میخوام برگردم روی مسئله خشونت خانگی، یه مقدار یک تمرکزی هم روی اون بکنیم. توی صحبت‌های ابتدایی شما اشاره داشتید به مسئله خشونت روانی، فیزیکی، اقتصادی، جنسی. ما اینها رو به کرات می‌بینیم و خیلی جا افتاده است. حالا شاید در قفل کردن و محصور کردن رو در سطح وسیعی نبینیم، ولی مسئله اقتصادی، مسئله روابط خانوادگی، خانم افتخاری اشاره داشتن که مادرها بعضی موقع نقش ها رو دارن، یعنی نقش مادر دختر، پدر و پسر در خانه. این خشونت خانگی رو میشه یه مقدار بیشتر باز بکنیم ببینیم اصلا چه انواعی رو شامل میشه و به هر حال ریشش کجاست؟ ما نمیتونیم از خشونت خانگی نام ببریم و راجبش حرف بزنیم بدون در نظر گرفتن نقش یک حکومتی که قوانین رو در واقع در اون کشور اومده وضع کرده. قوانینی که
میاد و ضمانت اجرایی میده به اون مرد یا به اون فرد مذکری که در خانه است برای اعمال خشونتش. خشونت خانگی میتونه شامل برخورد فیزیکی باشه، کبود کردن در واقع زیر چشم کسی رو کبود کنی، دست و پای زن رو یا دخترت رو بشکونی، یا حتی اون یه خشونت هایی باشه که بسیار نرم در واقع با اون آزار کلامی که میدی، با اون محدودیتی که اعمال میکنی، با اون در خونه قفل کردن یا با اون ایراد گرفتن از نوع پوشش همسر دخترت، بازخواست کردن برای اینکه این چه ساعتی بیرون میری، با کی ارتباط برقرار میکنی، این چه آرایشی تو داری، همه اینها میتونه مصداق خشونت باشه. برای این من میگم ما نمیتونیم از خشونت خانگی بدون در نظر گرفتن نقش جمهوری اسلامی نام ببریم، برای اینکه این اخیراً من متاسفانه یک آگهی رو دیدم که این رو در واقع به وضوح توضیح میده. وقتی که تو این آگهی نوشته غیرتت کو، ناموست کجاست، و در واقع اومده گفته که کارگاه آموزشی ناموس پرستی، تعصب تخصص است ویژه مردان متحد. خب این چه پیامی رو میده به یک جامعه؟ این چه پیامی رو میده به اون نسلی که در واقع از ابتدا، از زمانی که پاشو گذاشته مدرسه، مغزشویی شده و در واقع اون رو با ناموس و ناموس پرستی و اینی که این جزء ملک و املاک توه، اگر خواهر توه، اگر همسر توه و تو باید از این اموال محافظت بکنی، چه پیامی رو میده؟ پیامش اینه که اگر اون کاری رو که تو خواستی نکرد، تو مجاز هستی بزنیش، تو مجاز هستی حتی بکشیش. مثل اون پدری که، پدر رومینا اشرفی، که قبل از اینه که فرزندش رو به قتل برسونه تحقیق میکنه که آیا اون قصاص میشه یا نه، میره چند سال زندان، و وقتی ببینه قانون از اون حمایت میکنه، اون خشونت رو که خشونت خانگی است رو اعمال میکنه. و یا ما همین اواخر بهاره چشم برا بود که معروف به دختر آبادانی شد. ببینید خشونتی که اعمال میشه علیه این دختر، تجاوزی که صورت میگیره، ما حتی توی فیلم ها شاهد این هستیم که در حالی که دارن ضرب و شتم میکنن کسی رو که به خاطر تعرض جنسی رفته و اعتراض کرده، در همون زمانی که دارن خشونت رو دوباره اعمال میکنن، دارن مورد آزار جنسی هم این دختر رو دارن قرار میدن و اون مامور حراست یا هر کسی که هست داره به اون دست میزنه، به بدن اون دست میزنه. و یا در ابعاد وسیع‌تر، یا کسی برادری که خواهرش رو میکشه، ببین ما نمیتونیم خشونت خانگی رو صحبت بکنیم در حالی که بگیم نقش حکومت چیه. اون اجازه‌ای که حکومت میده به افراد در واقع خانواده برای اینه که این کار رو انجام بدن، اونا در نظر بگیم. به نقش مادران در واقع اینجا اشاره شد. بیشترین در واقع حمایتی که میشه از این خشونت علیه زنان توسط مردان هست، اما درصد بسیار کمی هم هستش که توسط زنان حمایت میشه، یا اینکه مادر میاد با در واقع همسرش، با پدر خانواده یا با پسراش نقشه قتل اون رو، قتل دختر خانواده رو همراهی میکنه و میکشه. اینها بله اینها وجود داره، حتی به مقدار خیلی کم وجود داره، اما اون زن هم در اون فرهنگ، در اون شرایطی که هست میخواد پذیرفته باشه، میخواد که در واقع گفته بشه اون هم زن با غیرتی هست، اون هم مادر با غیرتی هست، طوری که یک اون با خودش برخورد کردن میخواد اون هم همونطوری با دختر خودش برخورد بکنه. اما در آخر تنها چیزی که میخوام بگم تمام این خشونت ها، تمام این خشونت یک منشأ داره، یک سرچشمه داره. اگر برای این خشونت ها در واقع یک قانونی باشه که از زنان حمایت کنه، یک قانونی باشه که اگر اون دختر، اگر رومینا اشرفی فرار میکنه از خونه، بتونه به اونجا مراجعه کنه، اگر دختری مورد ضرب و شتم قرار میگیره یا اگر زنی مورد ضرب و شتم قرار میگیره، بتونه بره و اون قانون حمایت بکنه، مکانهایی باشن که حمایت بکنن، ما قطعا با این آماری که امروز در ایران مواجه هستیم مواجه نیستیم. کمان که سراسر دنیا ما خشونت داریم. در کشوری که من توش زندگی میکنم، یکی از پیشرفته ترین کشورهای شمال اروپا محسوب میشه، در اینجا هم خشونت هست. ولی اصلا اساسا ما میتونیم مقایسه بکنیم این خشونت رو؟ اساسا ما میتونیم بگیم خشونت، ضرب و شتم، قتل‌های ناموسی اینجا مثل ایران یا اصلا وجود داره؟ به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه همه افرادی که اینجا هستن میدونن اگر دست روی زنشون بلند کردن، اگر به زور با زنشون ارتباط جنسی برقرار کردن،
دولت حکومتی دولتی اینجا وجود داره که قانونی رو وضع کردی که از اون زن حمایت میکنه، اینها باید برن زندان، اینها باید در واقع بابت جرمی که مرتکب شدن پاسخگو باشن. اما توی ایران طبق قانون اسلامی یک زن باید تمکین کنه، یک زن باید برخلاف میلش مورد تعرض جنسی هر روزه توسط مردش قرار بگیره، و اگر به قانون بگه نه تنها حمایتی نمیشه بلکه قانون به مرد این اجازه رو میده، اون قانون اسلامی که میتونی اول با زنت قهر کنی، بعد جاتو جدا کنی، بعد بزنیش، بعد این کارش بکنی. خب این قانون باعث میشه که دست مردان رو انقدر باز بذاره که گاهن به سوء استفاده تبدیل بشه برای سرکوب کردن زنان، برای کنترل کردن زنان و برای اینی که زنان تمکین بکنن هر آنچه که در واقع مردان میخوان. بسیار عالی. قبل اینکه بحثا ببندیم من یک سوال از شما بپرسم خانم افتخاری، اگر البته مایل بودی اضافه کنی به صحبت‌های خانم فرزاد در رابطه با مسئله خشونت خانگی میتونید این کار رو بکنید. ما یکی از مسائلی که باهاش روبرو هستیم همون حفظ آبروی خانواده هستش که به هر حال مادران هم سعی میکنن این در واقع این خشونت رو اعمال کنن، اون فشاری که رو خودشون هست رو هم منتقل کنن به دخترانشون که آبروشون حفظ بشه. و به نکته جالب اشاره کردید که اگر یک فاجعه صورت نگیره ما واکنششون نمیدیم. خانم فرزاد هم اشاره به قتل سرگل حبیبی کردن که چند روز پیش به عنوان قتل ناموسی مطرح شد. چگونه باید با این مقابله کرد؟ فجایع زیادی در همین چند وقته اتفاق افتاده. درسته، قتل سرگل هم هفته پیش بود، رومینا چند وقته پیش بود، چند ماه پیش بود، شیرین همینطور و ده ها زن دیگه ای که اصلا رسانه‌ای نشده قتلشون. ما اینا رو میدونیم برای اینکه رسانه‌ای شده اینا. بعد به نظر من یه سری واژه ها هست مثل عفت، آبرو، شرف، حیثیت، غیرت، ناموس، اینا همه واژه هایی هستش که توی فرهنگ سنتی مرسا پدر مرسالار و مذهبی ریشه داره، ریشه تاریخی داره. ولی همونطور هم که دوستمون اشاره کرد، زمانی این فرهنگ به قول معروف به اینجا میرسه که به عنوان یه فاجعه مطرح میشه در سطح جامعه که یه رژیمی به این مسائل دامن میزنه. جمهوری اسلامی با دامن زدن به مسائل ناموسی، به مسائل شرف، آبرو، عصمت، نمیدونم همه این واژه‌هایی که ریشه های مذهبی و مرسالار داره، در واقع این قطعه رو گسترده کرده. ما قبلا من یادم نمیاد در گذشته اینقدر تا این سطح به اصطلاح ما با فاجعه روبرو بودیم، ولی الان میبینیم بعد از یعنی 42 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، حاکمیت اسلام، قوانین اسلامی، شرع اسلام و اون فرهنگی که به عقب برگشته، فرهنگ پدر مرسالار، واقعا دیگه در حد فاجعه است. من میتونم اینو بگم. بعد به نظرم میاد که چطوری میتونیم ما این رو به قول معروف شما گفتید چطوری میتونیم مانع بشیم، این سوالتون این بود؟ بله. مثلا من تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت هست همه این مسائلی که الان ما دونه دونه شمردیم به جای خودش باقی خواهد ماند. با سرنگونی جمهوری اسلامی هست که ما میتونیم نه در فردای انقلاب، برای اینکه اینا ریشه در جامعه دوانده، اینا نهادینه شده در جامعه. برای که شما یه فرهنگی رو، فرهنگ ناموس، ناموس پرستی، نمیدونم عفت و عصمت و آبرو و شرف رو از بین برید، واقعا باید سالها کار کرد، کار فرهنگی کرد، کاری که سازماندهی میخواد، نیرو میخواد، انرژی میخواد، و باید این رو همه، یعنی مرد، زن، سازمان ها، روشن فکران، نویسندگان، هنرمندان، همه با هم بتونن این به قول معروف این دیوار رو خراب کنن، بله، از بین ببرن. در غیر این صورت الان شما اصلا هیچ قانونی
در جمهوری اسلامی نیست که زن رو حمایت کنه. من میخوام به این قتل سرگل اشاره کنم. ببینید، این با یه مردی دیده شده، دستگیرش کردن، بردنش کلانتری یا نمیدونم پاسگاهی جایی، و اونجا زنگ زدن به شوهرش که بیا و این همسرت رو بگیر. همسر این زنگ زده به دوتا برادرش و گفته بیایید تحویل بگیرید. ببینید چقدر، چه فرهنگی ما با چه دیدگاه با چه فرهنگی روبرو هستیم. بیایید تحویل بگیرید. و اون دوتا برادرم بردن این رو، سرش رو بریدن. در واقع ما با جنایت روبرو هستیم و هیچ قانونی در جمهوری اسلامی نیست و نباید هم باشه. جمهوری اسلامی داریم بهش میگیم که بتونه از زنان حمایت کنه، در حالی که مثلا تو همین سوئیس هست خشونت علیه زنان هستش، همطور که توضیح دادن ممکنه و حتی مثلا خشونت های فیزیکی هم باشه، ولی خانه های امن هست. زنان رو با بچه هاشون اگر بچه داشته باشن میبرن تو خانه های امن و ازشون و حمایت میکنن، ازشون حمایت میکنن و قانون ازشون حمایت میکنه. بله. ولی در جمهوری اسلامی چنین مسائلی اصلا دور از ذهنه. بسیار عالی. و ما با یه فاجعه